جاهل و رقاصه داستان پدری به نام پهلوان صادقه که پیش از مرگش از آقا مرتضی با بازی بهمن مفید میخواد که مراقب دختر شیرین باشه. آقا مرتضی که گرفتار کسب و کار و رسیدگی به همسر و دخترش مریمه، از شاگردش نعمت میخواد که چند روزی رفت و آمدهای شیرین رو زیر نظر بگیره. اما شیرین که متوجه این اتفاق میشه، سعی داره چیزایی رو پنهان کنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. رحمت به غریبه ها، تا حالا بیشتر قومخیش های من عروس دوماد و پاگوشا کردن. اموام، امپام، دایی جونم، اما یکی از فامیلای تو هنوز عروس دوماد رو به یه چای تلخ دعوت نکردن. به اینا میشه گفت فامیل؟ اونم با این چشروشنی اووردنشون. خواهر عزیزت یه دیگه زود پز اوورده، اونم متوسطه. ولی همین فردا داداش حشمت الله خانم پاگوشاشون کرده، ماهارم دعوت کرده. اون وقت قنخیشای تو آبرون نبردن. اصلا میدونی دیگه حق نداری اسم هیچ کدومشونو بیاری، فهمیدی؟ با تو هم حواست کجا؟ چیه؟ مگه حرف میزدی؟ صرف نداره گوش بدی، راجب قوم خیشاتی باید ترکشون کنی. باشه بابا جان، ترکشون میکنم. اما برای چی؟ برای چی؟ نه بابا، ترکشون میکنم. گروه پدر همشون هم کرده، ترکشون میکنم. الو؟ خودتی بوس بوس خندی من، دلم برات خیلی میخوام همین الان بیای پیش من. باشه، چی فرمودین؟ همین الان؟ الان جونی، فهمیدی؟ همین الان. انگاری شما ساعت دستتون نیست، الان 12 شبه. خب سفته ها باشه، فردا صبح امضا میکنم. من الان امضا میخوام، فهمیدی؟ الان. خیلی خوب، اگه اینقدر مهمه همین الان. مرد، میگی مرد؟ هیز، حاج از قراقاس. خوب نیست سفته هاش امضا نکنم، فردا چکش بر میکرده. که چشش حاج آقا، تا نیم ساعت دیگه خودم رو میرسونم. نه قربونه دارم، تشکر لازم نیست، پس رفاقت برای چی خوبه؟ شما یه وقتی مرو مرو امضا میفرمایی. بله بله، اومدم. فیلم بدنام که تو سال 1350 ساخته شده، از این قراره که توی محل بدری رو به اسم دکتر صدا میکنن و فکر میکنن پرستاره. اما واقعیت اینه که بدری هر شب توی میخونه رقاصی میکنه. بدری با پسری به اسم مرتضی آشنا میشه، عاشق همدیگه میشن و قرار ازدواج میذارن. اما کار بدری و گذشته مرتضی مانع این ازدواجه. بخشایی از فیلم بدنام رو با هم تماشا میکنیم. آقا جمال هستن؟ بله بله، خودم هستم. جمال، من هستم عفت. سلام. سلام. 10 مرتبه بیشتر تلفن کردم نبودی. الانم همومو بهانه کردم. اختیار دارین، جنسش رو دست نداره. بله جمال، چی داری میگی؟ تلفن کردم بهت بگم که امشب میخوان منو برای پسر حاج نصرت به اهل برون کنن. ایشالا مبارکه براتون. مبارکه؟ نه، یعنی میگم من همش تو فکرش هستم. فقط تو فکرش هستی؟ تو فکر چی هستی؟ فرش آقا جون. فرش؟ مزنه فرش رو میپرسن. ببینم. الو؟ 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 احمد و دوستش تو فیلم شوهر جونم عاشق شده سازنده ی فیلم های تبلیغاتی هن. این دو نفر برای یافتن سوژه چند شب و روز رو تو محل کارشون به مشورت میگذرونن. حالا زناشون که به غیبت شوهرشون مشکوک شدن، خودشون شبیه دوتا بازیگر خارجی در میارن و به محل کار شوهرشون میرن. شوهر جونم عاشق شده یه فیلم کمدی دیگه به کارگردانی نصرت الله وحدته. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خیلی خوب، قسمت باور میکنم. اما اگه بفهمم تو بزن با چیزی گفته باشی پدرت در میارم. من مادرت در میارم. مادرت در میارم. حالا برو کلیات حساب مالک کن. چشم، اگه کلیات در نیاوردی یا خود من میام در میارم، پدرت هم در میارم، فهمیدی؟ خاک منظره عوضی ماشی بردم ماشی هم مریم، بفرمین. مریم خانم سلام. اما نه، بله قوچلی، تو رو خدا حرفتون نباشه، دعا
دو سه روز منوچهر خان و احمد آقا با دو تا زن فرنگی ریختن رو هم. وای خدا مرگم بده. راست میگی؟ آره خانم، دو تا زن فرنگی ایکبیری بیریخ که عین میمون میمونن. تو غلط کردی میگی مثل میمون میمونن گام بود. داری میگی؟ دهنتو درد میگی؟ آره راست میگی، باز خر شدم. چی گفتی؟ با تو نبودم گوچلی، خیلی متشکرم که این خبر رو به من دادی. دلم میخواد از امروز هرچی از اونو دیدی فوراً به من بگی. چشم خانم، خاطرتون جمع باشه. خداحافظ، مرسی. شهمیر که حسابدار شرکته به دروغ متهم به اختلاس میشه و قبل از دستگیری رئیس خودش رو که مجرم اصلی ماجراست به قتل میرسونه و به زندان میفته. بخشایی از فیلم استراب رو با هم تماشا میکنیم. الو؟ شما؟ کیه؟ بله، ممکنه اسمتون رو بفرمایید؟ میفرماین فرزاد. چی؟ با داداش فریه. الو سلام، تو هیچ معلوم هست کدوم گوری هستی؟ فریالش خوبه؟ هنوز با اون موزوزی هست؟ آف جون پاپا، فراموش کرده بودم که امشب جشن تولدشه. من الان تو ویلای قدیمیتونم، میدونه که چیکار باس بکنی؟ کاش زودتر زنگ میزدی، من باید کادو میخریدم، حالا چه خاکی به سرم بکنم؟ خب نرو، کسی که مجبورت نکرده. این دیگه به تو مربوط نیست آقای فضول باشی. باشه جونی، چند این ساعت دیگه میام. آفرین، حالا گوشی رو بذار و سعی کن اون چیزایی رو که گفتم دقیقا انجام بدی، فهمیدی؟ آره، سعی میکنم زودتر بیام. نه نه نه، با ماشین خودم میام. بای بای. لیلا، منصور به خاطر تو اومده دخترم، حالا نمیشه امشب نری. نه آخی، جشن تولد بنده که میشه کوچکترین بهانه خانم سر مبارکشونی که درد میکنه. حقیقتشو بخوای الانم سرم درد میکنه. پس چرا میری؟ پس اینکه سرم درد میکنه دیگه. لیلا بله، شب که بیرون نمیمونی عزیزم. نه قسم میخورم که دیگه دختر خوبی باشم مامان. بم بم. فیلم سینمایی پاشنه طلا که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که مهدی بعد از آشنایی با شیرین به اون کمک میکنه تا عطار رو که پدر شیرین رو به قتل رسونده و با اسناد جعلی قصد داره کابره‌ای که به شیرین تعلق داره رو تصاحب کنه از سر راه اون برداره. بخشایی از فیلم پاشنه طلا رو با هم تماشا میکنیم. میگه گوشی دسته. خدا رو شکر. الو چی شو؟ مادمازل فرانسوی صحبت میکنه، حالی نمیشه. تو چقدر فرانسه بلدی؟ الو الو محمود، محمود جو خودتی؟ قربون شکلت برم. حالا محمود جون، نه مثل این که میزونی رنگ روت هم جا اومده، نکنه زیبایی کار میکنی پسا؟ من که تو اونو میبینی آقا، من قلبش با قلبم یکیه. علی زوغیه داره چرت و پرت میگه. خب خوبی دکتر، تو سر نامه پامه نیمیسی واسه ما؟ همه اینجا منتظرتم پسا. چرا شماره تلفن دوستان دورت بگردم؟ چی؟ این شماره تلفن بیمارستانه. من الان یک ماه و نیمه که تو بیمارستان بستری هم داداش، حالم زیاد خوب نیست. گفتی تو بیمارستان چیکار می‌کنی؟ با اتومبیل تصادف کردم، الانم بستری ام. من می‌میرم. حالم بده. مادر، مگه چی شده؟ هیچی. پس بیبی تو بیمارستانه. با هم کلاسیاش بردنشون بیمارستان، معاینه کردن و یادشون بدن. آره. فقط دکترها میترسن پاهم فلج بشه. یا سیدور کریم، آخه چی شده به منم بگو. هیچی مادر، رفیق داشون تصادف کرده بردنش بیمارستان. خب میگفتی هفته یه پیش پاو عمل کردن ولی نتیجه نگرفتن، قراری که دوباره عمل کنن، شاید یه نتیجه ای بده. امیدوارم به حق مولا که این دفعه نتیجه بگیرن. راستی داداش، میدونین نمیدونم چطوری بهتون بگم، خجالت میکشم، ولی خرج بیمارستان یه خورده زیاد شده و میدونید که منم همچین. الان واسه تلگرافی میفرستم. علی بپر 100,000 تومان بذار بانک، حواله کن واسه داش محمود دکترم. برو ببینم، برو ماین از سار. الو همین الان واسه فرستادم. چکرم داداش، خیلی ممنون. پاتو میگم، پات. پاش چی شده؟ پاشو میگم. پات رفیق انگلیسیشه، مستر پات. به مادرت گفتم مستر پات کیه؟ مستر پاتو میگم دیگه. آره حالا ببین، بیا با هاش خانم صحبت کن، اختلاط کن که بفهمه تو حالت خوبه. آره من گوشی نمیدم دستش. بیا. الو سلام مادر جان. الو سلام مادر، صداتون نمیاد.
سلام به روی ماه مادر جون. قربونت برم الهی. خوبی مادر؟ حالت خوبه؟ راحتی؟ آره راحتم. شما چطورین؟ خوبین؟ ببین تو ولایت قربت رختاتو کی میشوره مادر؟ اینجا ماشین رخشوری است مادر، خیالت راحت باشه. خب خدا الهی عمرش بده.